سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان تریدر، امیدوارم حال همه که خوب باشه. میخواییم به وضعیت بازار در هفته پیش رو بپردازیم. چارتا تو موقعیت خیلی خاصی قرار گرفتن، چارتا برامون خیلی مهمه، ولی اول بریم با هم دیگه اخبار رو بررسی کنیم. تو هفته آینده روز دوشنبه 22 جولای ما خبر خاصی تو بقیه حوزه‌ها نداریم، فقط در واقع چین دو تا خبر لیبل نارنجی داره. سه شنبه باز هم خبر خاصی نداریم. خونه‌های موجود در آمریکا، خونه‌های موجود برای فروش در آمریکا هستش، رقمش کاهش پیدا کرده، یعنی در واقع آمار فروش خونه شاید رفته بالا. این تو بعضی از ماها تاثیرگذار بود. خب حالا به هر حال خبر داریم، پس در واقع روز سه‌شنبه روزی بی خبری نیست. روز چهارشنبه ما کلی خبر داریم توی حوزه یورو، پوند، کد، دلار، اما یه چیزی اینجا جلب توجه میکنه. ساعت 4:45 دقیقه بعد از ظهر به وقت استانبول، میشه 5 اروپا به وقت ایران اگه اشتباه نکنم، ما توی اون اخباری که میخواد اعلام بشه ریت دلار کانادا رو داریم که کاهشی بوده، یعنی فورکستش داره کاهش رو نشون میده. اگه خاطرتون باشه توی دو سه ماه گذشته سی پی آی کانادا کاهش داشته، در واقع تورم در کانادا کاهشی بوده، شاید به خاطر همون بانک مرکزی کانادا تصمیم بگیره ریت تو از 4.75 به 4.5 تغییر بده. خب اگه اینطوری باشه باید در واقع کد در واقع ریزش داشته باشه، یعنی مثلا چارتی مثل USD کد باید به سمت بالا حرکت بکنه. خب روز پنجشنبه خدمتتون عرضم که ما GDP آمریکا رو داریم و در واقع نرخ بیکاری در آمریکا رو داریم، و روز جمعه هم همونجوری که می‌بینی فقط کور PCE پرایس ایندکس ماهانه در امریکا رو داریم. این هفته اخبار و ایناست، با هم دیگه بریم سریع چارت‌ها رو بررسی کنیم. با ایندکس دلار کارمون رو شروع کنیم. ببینید اگه خاطرتون باشه توی ویدئوی ترید لایوی که این هفته گذاشته بودم ما می‌خواستیم که در واقع ایندکس دلار گفتیم تا این ناحیه باید میومد پایین، بر مبنای اون ما رو چارت یورو یو اس دی کار کرده بودیم. ببینید این در واقع سوینگ لوی قبلی ما بوده، یعنی سوینگ لوی سر این و که خودش در واقع لگ این و رو لیکوید کرده بود. خب نگاهتم این تیکه برام خیلی مهم بود، اگه اون ویدیو هم خاطرتون باشه من این دوتا خط تو اونجا داشتم. خب نمودار ما همونجوری که می‌بینید اونجا پرایس اکشن کرده، یعنی در اون ناحیه مهم، بذارید خط رو ادامه بدم که دقیقاً یادتون بیاد این بود. خب اونجا ما این پرایس اکشن رو داریم، سر راهمون چی رو داریم؟ همونجوری که می‌بینید یه سوینگ های اینجا داریم، یه دارم PDA ریزار میگیرم، یه در واقع FVG اینجا داریم، خدمتتون عرض کنم که یه دونه اوردر بلاک اینجا داریم و در واقع یه دونه FVG اینجا داریم و همه اینا رو بذاریم توی این که تریدینگ رنج رو میشه از این سوینگ های به این سوینگ لو. خب اینا پس در واقع هر کدوم از اینها ممکنه جلوی نمودار ما رو بگیره در حرکت به سمت بالا. اینجا هم پرایس اکشن داشتیم و همونطوری هم که دیدین کندل روز جمعه موفق شد نه تنها های پنجشنبه رو رد کنه بلکه بالای اون ببنده. پس ما توقع داریم که روز دوشنبه که مارکت باز میشه اگه بالای کلوز جمعه باز بشه بیاد و در واقع های جمعه رو رد بکنه. خب حالا با هم دیگه بریم ویکلی رو نگاه کنیم. توی تایم فریم ویکلی شما اینجا هم دارین میبینین که نمودارتون موفق شد که در واقع لوی هفته قبل رو لیکوید کنه، برگرده همونجوری هم که میبینیم بالای کلوز هفته قبل بسته شده. پس احتمال این که کل کندل هفته قبل رو پس بگیره هست در واقع. خب ولی ما اینجا باز هم دو تا FVG بهمون داده نمودار. نگاه کنیم یه FVG ما اینه، من اینا رو بذاریم با یه رنگ دیگه مشخص کنم قاطی نشه مال ویکلیو. یه FVG ما تو ویکلی داریم که الان اینه، یه FVG دیگه هم داریم که اینه. همونجوری که این جفتش با نمودار دیلیش رو هم دیگه اوورلپ شده، یعنی نقطه مشترک دارن با هم دیگه. خب پس ما در واقع مناطقی که ممکنه در صعود
دلار به دف انداز بخوریم و مشخص کردیم، الان میدونیم که در واقع دلار بخواد حرکت به سمت بالا داشته باشه، کجاها برای ما قابل گرفتنه. نکنید این فاصله ها، ما تایم فریم دیلی هستیم، این فاصله خیلی زیادی ها. مثلا روی چارتی مثل یورو یو اس دی بخوایم بر مبنای اینکه دلار این یه تیکر رو داره سود میکنه، ما بخوایم اونجا ترید بکنیم، مثلا خودش یه 20 پیپ میشه. خب این فاصله چون تایم فریم دیلی ویکلیه، فاصله زیادی به حساب میاد. بریم با هم دیگه چارت طلا رو ببینیم تو وضعیت خیلی خاصی قرار گرفته. من اینو یکم براتون کوچیک‌تر کنم. نگاه کنید آل تایم های قبلی طلا، یعنی قبل از این هفته این بالا بود دیگه. اینجا ببینید این منطقه خیلی 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 مهمی بوده. چرا؟ چون مطمئنن خیلی ها توی این رفتن برای سل با استاپ پشت اینجا، خیلی ها منتظر بودن این پشت رد کنه، مثلا تو تایم فریم پایین تر یا حتی تو همین دیلی ببنده بای برن با استاپ پایین اینجا. خب پس این ناحیه خیلی مهمی بود و همجوری هم که میبینید طلا هر دو طرف رو فکر کنم سوزند. میگم سوزند حداقل 20 دلار بالا 20 دلار پایین بازی کرد، یعنی میتونستن خودشون نجات بدن، ولی حالا اگه کسی دی ترید نمیکرد، مثلا داشته سوینگ میکرده، فکر نمیکنم که تونسته باشه در رفته باشه. خب چون به هر حال میسوختن. پس همونجوری که میبینید ما توی ناحیه لیکویدیتی به این مهمی مثل آل تایم های قبلیش موفق شدیم که یه FVG به سمت این لیکویدیتی بگیریم. این آبی که گرفتم بزرگش کنم ببینید، و یه FVG هم در مسیر برگشتش اینجا. خب پس الان همونجوری که میبینید اینجا شارپ ترن اتفاق افتاده، اوکی، و نمودارتون هم میبینید که خیلی پایین تر از اینجا بسته شده. حالا بحثی که مطرحه، اگه تئوری شارپ ترن ما درست باشه که هست به نظر من، ما دلمون میخواد که نمودار یه بار دیگه برگرده تا این ناحیه، اینجا برای سل بخوایم اقدام کنیم، ولی ممکن این کار رو نکنه، بخواد در واقع پایین تر بیاد. اگه بخواد بیاد پایین تر تا کجا میتونیم بیاد؟ لیکوید اینجا رو گرفته، به کجا باید تحویل بده؟ لیکوید سمت سل کجاست؟ اول بریم اونو با هم دیگه پیدا کنیم. لیکوید سمت سل شما اینجاست. خب ناحیه عدد 2278. خب این نمودار تا اینجا باید خودش رو بیاره پایین، اما یه ضرب نمیاد پایین. خب این وسط ما مناطقی داریم که ممکنه نمودار به چالش بکشه. یکی همین FVG اینجاست که همونجوری هم که میبینین با در واقع خدمتتون عرض کنم که های اینور اوورلپ شده. خب ما توی این ناحیه یه دونم در واقع اینجا رو بخوام به عنوان یه دونه اوردر بلاک در نظر بگیرم و خدمتتون عرض کنم که یه دونه FVG هم من اینجا دارم میبینم، نمیدونم قبلا کار کرده این هیچ. خب اینم گرفتم، ولی خب همونجوری که قبلا کار کرده از همینجا هم کنده رفته سمت بالا. خب پس در واقع ما جایی که دلمون میخواد نمودار خودش رو برسونه توی این ناحیه است. خب حواسمون باشه اگه برگرده، خب یه بار دیگه اینجا رو بزنی که دیگه دقیقا چیزی که میخواستیم رو دیدیم، ولی اگه نه حواسمون باشه توی مسیر ریزشی که هست، مثلا دارم میگم ممکنه یه مقداری بخواد بیاد بالا بعدم بخواد بریزه، میدونیم که از ریزشش هم فقط اینجا تا اینجا تو تایم فریم 5 دقیقه مثلا قابل وصوله. خب حواسمون باشه اونا رو کار کنیم، چون مسیر ریزشی که شروع شده به احتمال خیلی زیاد تا این ناحیه باید بیاد پایین. با توجه به کندل های دیلی که در هفته آینده خواهیم دید، حرکت نمودار در تایم فریم 1 ساعته، پی دی ریزایی که توی 1 ساعت قرار به اون بده، میتونیم تو تایم فریم 5 دقیقه به نظر من تیکای خیلی خوبی ازش بگیریم، چون چیزی که هفته ها منتظرش بودیم و بالاخره دیدیم. خب با هم دیگه بریم چارت بعدی رو نگاه کنیم. چارت پوند رو براتون بیارم. چارت پوند ببینین اینجا هم همونجوری که میبینین نمودار شما، از اینجا بخوام بگیرم، نمودارتون یه دونه FVG داشت، این کندل FVG رو فعال کرد، اومد فقط موفق شد که یه کندل ریجکشن بهتون بده، بعدم پرایس اکشن شد، کندل جمعه هم پایین و منطقه پرایس اکشن بسته شد. خب پس در واقع داره یه برگشت نشون میده. خب برگشت از کجا؟ این خیلی مهمه، یعنی این
تا جایی که باید میرفت بالا رفته، الان میخواد برگرده، یعنی لیکوید اونجا رو گرفته، باید بیاد مثلا دارم میگم تا این پایین لیکوید رو تحویل بده، تا اینجا الان اتفاق براش افتاده. من اینو یکم کوچیک‌تر کنم که ببینید. خب ببینید، وقتی نمودار شما موفق شد این هایو رد کنه، پشتش ببنده، نمودارتون اون موقع، یعنی در واقع لیکوید این پشت رو ران کرده بود دیگه، باید خودش تا اینجا میرسون. تو تایم فریم ویکلی فکر کنین راحت تر معلوم باشه. ببینین اینا، تو تایم فریم ویکلی وقتی ما این هایو گرفتیم، باید تا این های در واقع نمودار خودش رو می آورد بالا، نیورده بین اینجا، در واقع بین اینجا تا این بالا، همونجوری که هیچ مانعی وجود نداشته، باید می اومد، نیومد. ولی خب به خاطر من احساس میکنم این یه صعود تا اینجا رو بدهکاره. خب بعدم باید اگه میخواد تا اینجا بریزه بیاد. حالا این وسط ما چیا داریم؟ همونطوری که میتونیم ببینین، ما یه دونه اوردر بلاک عمل نکرده داریم اینجا. ما خدمتتون عرض کنم که FVG داریم، همین دقیقاً سر راهمون، و اگه همین رو رد بکنه که دیگه خب به این منطقه نزدیک میشه، اون به درد ما عملا نمیخوره، بعد تا اینجا بیاد. خب پس تریدینگ رنجمون هم کدومه؟ از این پایین تا اون بالا. چرا؟ چون من اینجا سوینگ هایی گرفتم الان. خب پس همونجوری که میبینین این نمودار ممکنه حتی یه مقدار دیگه هم بیاد پایین تر، مثلا تا 50% این FVG، این شانس وجود داره که بخواد بیاد اینو بزنه، بعدم بخواد بریزه. خب اون سناریویی که من دلم میخواد ببینم. خب ولی به هر حال هیچ چیزی قطعیت نداره، اینا در واقع بررسی های ماست که در واقع اگه تو این چارچوب قرار گرفت، من تریدر میتونم تریدمو اجرا بکنم. خب اگه قرار نگرفت باید سناریوهای دیگر رو بررسی بکنم. خب یعنی به معنای اینکه 100% من همچین پوزیشنی داشته باشم نیست، من دارم میگم که باید به احتمال زیاد همچین کاری بکنه. اگه این کار کرد، خب من تکلیف خودم میدونم که چطوریه. خب حالا این تا اینجای داستان بمونه، طبیعتا در طول هفته چیز جدیدی باشه شیر خواهم کرد. انشالله که هفته پیش رو برای همتون هفته عالی باشه، تریدهای خیلی خوبی بزنید. وقتتون بخیر.